سلام و درود دارم خدمت همه عزیزانی که نشستن پای برنامه گفتگو. خدا رو شکر میکنیم که یه فرصت دیگه پیش اومد با یکی دیگه از برنامه گفتگو در شبکه جهانی دریملند در خدمت شما باشیم. هفته قبل میدونید که برنامه ما یه حال هوای خاص دیگه ای داشت. عموما ما مهمانان عزیزی رو دعوت میکنیم راجع به مسائل پیرامون جامعه ایرانی در استرالیا صحبت میکنیم، اما میلیون سوال و انتقاد وجود داشت که باید پاسخ داده میشد. از میلاد عزیز تقاضا کردیم که بیاد اینجا بشینه، در خدمتش بودیم و این سوالا رو ما جواب دادیم. به نظر من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، من الان لازم میدونم یه توضیح خیلی کوچیک راجع به اون برنامه هفته قبل بدم. این از همه فیدبک های شما میاد. این نظر من، احساس کردم که خیلی همه فکر کردن که مثلا ما یه خبطی کردیم یا برنامه مشکل خیلی بزرگی داشته و من و میلاد عزیز اینجا نشستیم که خودمون رو توجیه بکنیم. قصد ما از اولش که این برنامه رو درست کردیم و برنامه های دیگه، عموما دلمون می‌خواسته که اطلاع رسانی کنیم، برنامه های شاد یا مفرحی داشته باشیم، یه برنامه ای رو برای شما درست کنیم که باعث خوشی شما بشه، باعث شادی شما بشه، یا اگر که اطلاعات خوبی رو داریم اینا رو به شما منتقل بکنیم. ما همیشه گفتیم پرفکت نیستیم، ولی خب اگر هم یک کاری رو کردیم که خیلی به مذاق شما خوش نیومده، این دلیل نداشتی که ما از قبل یه فکری کردیم یا مثلا قصد توهین و آزار به کسی داشتیم. اگر هم اومدیم اینجا برای شما توضیح بدیم، یعنی اینجوری نبوده که بیایم مثلا احساس گناه کردیم بیاد بیایم خودمون رو اینجا مثلا توجیه بکنیم. بیشتر اومدیم که بگیم آقا ما اصلا قصد و هدفمون چی بوده، از کجا اومدیم، داریم کجا میریم. دلم میخواد که توی برنامه بعدی شما بیاین، میدونم که شما خیلی هوشمندتر از این هستین که فقط بیاین ایراد بگیرین آقا این خوب نیست اون خوب نیست. میدونم که شما هم دلتون میخواد برنامه ها بهتر بشه، به سمتی بده که شما ها هم راضی تر بشین. ما هم واقعا اینجا هستیم، همه تلاشمون رو میکنیم که یه برنامه در خور سلیقه شما درست کنیم. واقعا منتظریم که شما پیشنهادات خودتون رو به ما بدین. فقط به صرف اینکه آقا این کار خوب نیست اون کار بده رو بذاریم کنار، به ما کمک بکنید، بیاین بگین آقا اگر این کارو بکنید یا اون کارو نکنید بهتر میشه، اگر این قسمت برنامه اضافه بشه یا اون برنامه حذف بشه خیلی بهتره. بدونید که ما واقعا استقبال میکنیم، عاشق اینیم که بشینیم نگاه کنیم این همه پیغامایی که میاد. فقط صرف این نیستش که ایراد گرفته بشه، میخوایم که انتقادا سازنده باشه در جهت رشد کمال این برنامه که برای شما درست میشه باشه. یه خبر خیلی خوب دارم. همیشه صحبت سر این بود که شبکه جهانی دریملند سعی میکنه رسالتش اینه که اطلاع رسانی خوب بکنه. یه برنامه خیلی خیلی خوب داریم که افتخار اینو دارم که من امروز میخوام به شما معرفی بکنم و مطمئنم که مورد توجه شما حتما قرار میگیره. این برنامه در جهت و در راستای رسالت شبکه جهانی دریملند برای اطلاع رسانی به شماست. اسمش تا سرزمین جنوبیه، اما محتوای اون چیه خدا رو شکر میکنم و شانس اینو داریم که امروز در خدمت دستندرکاران ضبط این برنامه هستیم. اونا الان اینجا حضور دارن، دلم میخواد که یه بریک بگیریم، ازشون تقاضا میکنم که بیان اینجا خودشون در مورد برنامه خودشون بیشتر توضیح میدن. با ما همراه باشین. مرسی. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. همونطوری که وعده داده بودم در خدمت بچه های تا سرزمین جنوبی هستیم. برنامه جدیدی که قرار به زودی روی آنتن بره و مطمئنم که شما خیلی خیلی این برنامه رو دوست خواهید داشت و مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. بدون هیچ مقدمه ای اول یه چاق سلامتی با آقا دامون و علی آقا دارم. سلام علیکم، میخواد تعارف نکنی از همینجا شروع میکنم. من دامون آریان هستم، وکیل رجیستر شده مهاجرت، عضو سازمان مارا و IAA نیوزلند.
و خوشحالم که در خدمتتون هستم. حالا ببینیم که آقا حمید چی. خیلی خوش اومدید به برنامه‌تون. علی آقا بفرمایید. درود فراوان خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. علی صداقتی هستم، مدیر شرکت پرشین مایگرانت در ایران و بیزینس دیولپمنت منیجر شرکت سلکت ویزا در استرالیا. از اینکه تونستم در برنامه شما شرکت کنم خیلی خوشحالم. باعث افتخاره. خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. تا سرزمین جنوبی، این اسم برنامه‌ای که شما برای بینندگان دارین درست میکنین. قبل از این اصلا بریم بگیم که تا سرزمین جنوبی چه برنامه‌ایه؟ تا سرزمین جنوبی چه برنامه‌ایه؟ سوال خوبیه. من خیلی تیتوار بگم، قراره که برنامه‌ای باشه که به سوالات مهاجرتی دوستانی که بیننده برنامه‌های تلویزیون دریملند هستن در داخل استرالیا و خارج از استرالیا، مخصوصا ایران، بیننده‌هایی که دارید پاسخگو باشه و جوابشون رو بده و بتونن. هدفمون اینه که با دیدن این برنامه‌ها بتونن در مورد مهاجرت به استرالیا و نیوزلند اطلاعات کافی رو به دست بیارید. بسیار عالی. علی آقا یه سوال از شما. شما جرقه ساختن این برنامه تا سرزمین جنوبی رو کی خورد و چه فکری کردین؟ چی شد که این برنامه درست شد؟ بله خواهش میکنم. از مدت‌ها قبل که من همکاریمو با آقای آریان شروع کردیم در زمینه مهاجرت به استرالیا و نیوزیلند، تو فکر این بودیم که یک روش جدیدی را پیش بگیریم که بتونیم بهتر و مناسبتر اطلاع رسانی کنیم به مردم عزیزمون و بتونیم اونا را همراهی کنیم که بتونن پروسه مهاجرتشون را خیلی بهتر و دقیقتر پیش ببرن. و از حدود 8-9 ماه قبل که همکاری خیلی جدیتری را ما پیش رو گرفتیم، تصمیم به ساخت برنامه تا سرزمین جنوبی کردیم که در خدمت آقای آریان بودیم که بتونیم مجموع برنامه های آموزشی تا سرزمین جنوبی را تهیه کنیم. امیدوارم که مطمئنم که حتما این برنامه مورد توجه قرار میگیره. متشکرم. آقا چرا تا سرزمین جنوبی؟ اسمش از کجا اومده؟ اسم خیلی فکر کردیم. چند تا پیشنهاد، نمیدونم حالا از آقا میلاد بعدم بپرس، ولی فکر کنم 30-40 تا پیشنهاد رد و بدل شد بینمون، ولی آخر سر این اسم به دلمون، این پیشنهادی که بهمون شد به دلمون نشست، به خاطر اینکه خب ما الان هممون داون آندر زندگی میکنیم. بله. و قراره که این برنامه کمک بکنه که دوستانی که علاقمند هستن که به استرالیا و نیوزلند مهاجرت بکنن به این مسیر با بهترین روشی که میشه وارد بشن و خب اون تای اولش فکر میکنم برسونه که بله. نه خیلی هم اسم با مسلمان خیلی هم خوبیه. خب نمیدونم این سوال از کدومتون رو سهر کدومتون دوستاشون جواب بدین. خب تیتروار گفتین که این برنامه برای امور مهاجرتیه و سوالات تمام بینندگان، به هر حال اونایی که مشکلات ویزا دارن یا اقامت دارن، میخواد جواب بده. این منحصر میشه فقط به ایرانیایی که داخل استرالیا هستن یا به کسایی که الان تقاضای ویزا دارن و توی ایران هم هستن میتونه به دردشون بخوره این برنامه؟ خواهش میکنم. خب ببینید، مخاطبای تلویزیون دریملند فهم کنم بخش گستردهشون داخل استرالیا باشن. بله. یکی از هدفهای برنامه ما اینه که نیازهای اونا رو هم پوشش بدیم. درسته. نیازهای کسایی که داخل استرالیا هستن چیه؟ دوست دارن خانواده، دوستان، آشنایان کنار خودشون داشته باشن اینجا و ازشون سوال پرسیده میشه از ایران، جاهای دیگه. بله. که خب چطور بتونیم بیایم استرالیا. خب میخوایم کمکشون کنیم که این سوالایی که ازشون پرسیده میشه و این هدفی که دارن برای داشتن خانواده کنارشون، کمک بکنیم که این کار رو بتونن انجام بدن. درست. این راهنمایی رو بتونن به دوستان آشنایانشون بکنن. دوم، کسایی که خب استرالیا نیستن دوست دارن بیان استرالیا
امیدواریم که برنامه هامون به دستشون برسه، ببینن و خب ایده بگیرن. راه های مختلف ببین همین جان، دوست داریم راه های مختلف بگیم. بله. نمیخوایم تک بودی باشیم، دوست داریم راه های مختلفی رو ارائه بکنیم برای بیننده های برنامه که بتونن انتخاب بکنن بهترین راه رو. خب دوستایی که ایران هستن هم بتونن راه خوب رو انتخاب کنن، بیان خوب بیان از ایران به استرالیا یا حالا از کشور دیگه که هستن. و خب یه سری دوستان هم هستن باز توی استرالیا با ویزاهای موقت هستن، ویزاهایی هستن که خب شرط خوبی براشون شاید نداشته باشه، دوست داشته باشن که ویزاهای بهتری داشته باشن، تبدیل بشه به اقامت دائم شهروندی استرالیا، و خب کمک به اونا هم اگر بشه بکنیم که توی مسیر بتونن حرکت بکنن. یه سوال علی آقا شما جواب بدین، توی برنامه تا سرزمین جنوبی نقش شما و نقش آقا دامون چه فرق داره؟ یعنی هر کدوم شما چجوری برنامه رو با هم اجرا میکنید یا هر کدوم یه قسمت خاصی دارید؟ بله خواهش میکنم. اگر بخوام در مورد این موضوع توضیح بدم، از اونجایی که من هیته فعالیتم در استرالیا به عنوان بیزینس دیولپمنت منیجر شرکت سلکس ویزا هستش، در صدد جمع‌آوری اطلاعات و نیازهایی هستم که بقیه دوستانمون باهاش مواجهن و نیاز دارن به دونستن اطلاعاتی در مورد اون مسائل، که از طریق کانال‌های ارتباطی که تو این برنامه ما در دسترس بینندگان عزیزمون قرار میدیم، از پیج فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل برنامه، که بتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن و ما جمع‌آوری میکنیم، سلکت میکنیم اطلاعات از اونجایی که سوالات بسیار زیاد و متنوعی وجود داره، اینا رو دسته‌بندی میکنیم و در جلسات مربوط به هر برنامه، حالا میتونه توریستی باشه، ویزاهای اسکیل باشه، ویزاهای سرمایه گذاری باشه و سایر ویزاها، طبقه بندی میکنیم و توی این برنامه های آموزشی در خدمت آقای آریان هستیم. خب آقای آریان وکیل رجیستر شده و ثبت شده استرالیا و وکیل رجیستر شده نیوزیلند هم هستن. این سوالات ها به صورت مشخص با ایشون مطرح میکنیم و به سوالات بینندگانمون پاسخ میده. بسیار عالی. خب ایوب من این از شما بپرسم، برنامه های امور مهاجرتی کم درست نشده، خود شما فکر میکنید که ویژگیش برنامه شما تفاوتش شاید مثلا چی میتونه باشه؟ ببین همینجا من فکر میکنم که ما سعی میکنیم تک بعدی نباشیم، یک ارائه صرف هم نداشته باشیم، فقط اینطور نباشه که ارائه بکنیم یه سری مطالبی رو بریم جلو. اصلا روش برنامه‌مون به این صورت هستش که سعی می‌کنیم ارائه رو توی یک جلسه یا دو جلسه حد اکثر در مورد هر نوع ویزا انجام بدیم و بعد سعی کنیم که از طریق کانال‌های ارتباطی که هست و با کمک بیننده‌های برنامه نیازهاشون رو بشنویم و به صورت کاربردی اینجا راه حل ارائه کنیم. و فکر می‌کنم که چون خب حالا امیدوارم که سوالات خیلی زیاد باشه، حتما آقای صداقتی زحمت میکشن، حتما سوالاتی رو انتخاب میکنن که تو این برنامه مطرح بشه که جواب دادن به اونا باعث بشه که افراد خیلی بیشتری استفاده بکنن و شاید نیاز اونا هم برطرف بشه. به طور کلی اگر بخوام جواب سوالاتو بدم، دوست داریم و برنامه اون اینه و پلان کردیم که این برنامه خیلی کاربردی تر برگزار بشه. یعنی به زبون ساده تقریبا میدونم که بیشتر برنامه ها اطلاع رسانی میکنن یا یه جایی مثلا یه وبسایتی رو یه شرکتی رو معرفی میکنن، میگن آقا اگه سوال داری به این شرکت یا به این وبسایت مراجعه کن، جوابتون رو بگیر. ولی شما سعی میکنید که جوابشون رو در جا به طور عملی و کاربردی بدین. آره ببین من اولین اسمی که به آقا میلاد گفتم، گفتم اسم برنامه رو میخوام بذارم وکیل مهاجرت خود باشید.
بعد گفتن که نه این خیلی اسم خیلی طولانیه به درد برنامه تلویزیونی نمیخوره، ولی رسالتش همینه. ولی واقعیت همینه که چرا که نه. ببین همه نمیتونن همین جان از خدمات وکیل مهاجرت استفاده کنن به هر دلیلی. خب خیلی دیدم، خیلی زیاد دیدم متاسفانه به دلیل نداشتن دانش، چون حوزه مهاجرت استرالیا یه حوزه گسترده ایه. قانون مهاجرت استرالیا معروفه که بعد از قانون تکسش پیچیده‌ترین قانونشه. درسته. این باعث این پیچیدگی بعضی وقتا باعث میشه که دوستانی که توی مسیرهای قرار میگیرن برای مهاجرت، این مسیر دلخواهشون پیش به صورت دلخواهشون پیش نره متاسفانه. و خب در مورد بعضی از افراد کلن امکان مهاجرت از خودشون میگیرن و خب مهاجرت هم یک پلن لایف پلنه، یه پلن برای زندگیته، پلنی نیستش که حالا خب مثلا یه چیز لاکچری باشه من میخوام یه کاری بکنم شد نشد. خب یه چیزیه که مسیر زندگیتو میخوای مشخص کنی باش. آره من اگه بخوام حالا خلاصه کنم، دوست دارم که اگر که بشه این برنامه به صورتی پیش بره که اون دوستانی که به هر حال تمایل به مهاجرت دارن حداقلش یک مقدار ما اون اطلاعاتی که الان دارن رو گسترش بدیم، دیدشون رو بازتر بکنیم، انواع مختلف ویزا رو بهشون معرفی بکنیم، راه حل رو بهشون بگیم، چطور میخوان انجام بدن، چطور باید انجام بدن، چه مسیری بهتره برن. امیدوارم که در ادامه ثابت کنیم که نمیخوایم بگیم اوکی اینو ویزا هست بعد بیاید ببینید که حالا زنگ بزنید حالا ما بهتون بگیم، نه اینجوری به طور ساده سعی میکنید که دانسته‌هاشون رو بالاتر ببرید که تصمیمی رو که برای گرفتن ویزا یه جوری بشه که بتونن تصمیم بهتری رو برای ویزاشون بگیرن. یه سوال بپرسم از علی آقا، شما گفتین که مردم میتونن تماس بگیرن، اسم چند تا سامانه هم گفتین که الکترونیکی یا نامه و اینا، میشه به طور تیتروار بگین که اگه برنامه شما شروع بشه مردم چطوری میتونن به شما دسترسی داشته باشن و سوالاشون رو از شما بپرسن؟ بله حتما، خواهش میکنم. همونطوری که اول برنامه خدمتتون توضیح دادیم، خب من آقای آریان دو تا شرکت مهاجرتی داریم، یکی در ایران و یکی در استرالیا. شرکت مهاجرتی ما در ایران شرکت پرشین مایگرانت هستش که وبسایت برنامه هست و آدرس ایمیلی که داره. شرکت مهاجرتی سلکت ویزا هستش که در استرالیا فعالیت میکنه. این دو تا شرکت با هم جوین شدن و هر کدوم وبسایت های خودشونا دارن، آدرس های ایمیل های خودشونا دارن. از هر کدوم از این طریقا بینندگان برنامه های ما میتونن با ما ارتباط برقرار کنن. علی رغم این مواردی که گفتم خدمتون، برنامه تا سرزمین جنوبی یک صفحه فیسبوک اختصاصی به خودش داره که دوستان برنامه مون میتونن سوالات خودشون را از اون طریق به اطلاع ما برسونن که ما اونا را طبقه بندی میکنیم و در اختیار و در جلسات پرسش و پاسخی که داریم خدمت آقای آریان مطرح. فقط سوال من اینه که یعنی هر هفته که میخواین برنامه رو پخش بکنیم قبلش از مردم میپرسین که یا موضوع برنامه رو اعلام میکنین یا اینکه برنامه رو اجرا میکنین و بعد اگه کسی سوالی داشت ازش بپرسه؟ بله، ما در ادامه این برنامه هایی که داریم، در اصل برنامه هایی که تهیه شده شامل دو سری برنامه هست. بله. برنامه اول یک برنامه آموزشیه در مورد انواع ویزاهایی که کار میشه، حالا ویزای اسکیل هستش، ویزای توریستی هست، ویزای سرمایه گذاری هست و سایر ویزاها. یک جلسه در مورد هر کدوم از این ویزاها به صورت اختصاصی توضیحاتی ارائه میشه. بسیاری. و بعد از اون جلسات پرسش و پاسخی داریم که در ادامه اون برنامه ها در هفته های بعدش تهیه شده و ارائه میشه و بینندگان عزیز ما میتونن با بعد در همون جلسه ای که این توضیح در مورد اون ویزا داده میشه سوالات خودشون رو یادداشت بکنن و به اطلاع ما برسونن که در برنامه‌های بعدی
بتونیم سوالات اونها را پاسخ بدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. چه دسته از مردم میتونن، یعنی این برنامه برای اینا مفیده؟ یعنی مثلا اگر من بیزنسمن باشم برای من خوبه، یا اگه پرسونال باشه، یا مثلا یا همه این قشرها رو شما کاور میکنید؟ امیدوارم هر کسی که نیاز مهاجرتی داشته باشه رو بتونیم کاور بکنیم. چیزایی که ببین، سرفصلایی که تو ذهنمون هست، چون همونطور که آقای صداقتی گفتن، ما یه سری سرفصل آماده کردیم که به صورت کاربردی پرزنت بکنیم، اطلاعات اولیه رو برسونیم، که راه حل‌های اولیه رو بگیم، و بعد بر اساس اون سرفصلا با کمک بیننده ها و سوالاتی که مطرح میکنن از هر کدوم از اون کانال های ارتباطی که خب اعلام میشه احتمالاً توی این فاصله که برنامه پخش بشه، هرچی بیشتر سوال مطرح بشه ما خب بیشتر میتونیم برنامه ها رو پربارتر بکنیم، سوالات بیشتری جواب بدیم، به جواب این جوابمون هم به درد تعداد افراد بیشتری بخوره. امیدواریم که هر کسی نیاز مهاجرتی داشته باشه رو بتونیم کاور بکنیم. بله بگم؟ بله بله داشتم میگم. میخواستم بگم که این سرفصل ها چی هست. بله خیلی خوبه بگم. آره ببین، سرفصل ها خب ما یک تقریبا میشه گفت سیزن یک قسمت بزرگش بحث ویزاهای خانوادگی رو به طور کلی میخوایم در مورد انواع و اقسام ویزاها، انواع اقسامی که ویزای خانوادگی میشه گرفت. یعنی من سوال بپرسم شما، ویزای خانوادگی یعنی چی؟ آره الان میگم. ببین از نظر من هر نوع ویزایی که شما بتونید خانوادتون رو بیارید استرالیا میشه ویزا خانوادگی. خب ولی خب تعریف اداره مهاجرت فرق داره. تعریف اداره مهاجرت میگه ویزای خانوادگی ویزاهای مثل ویزای پارتنر، ویزای همسر، ویزای نامزد، ویزاهای حالا ویزیت خانوادگی، همون توریستی، فامیلی اسپانسرد توریستی خانوادگی، عرض کنم خدمت که ویزای پدر مادر، ویزای فرزند، ویزای حالا ویزاهای خاصی هستن که مثلا آخرین بازمانده last remaining relative و اینا هستش، که اینا جزء ویزاهای خانوادگی تقویندی میشن. ولی من دوست دارم اینجوری بگم که میخوایم هر راهی رو که ممکنه یک فردی که در داخل استرالیا هست بتونه کمک کنه که خانواده خودش رو در استرالیا کنار خودش ببینه براش مطرح بکنیم. بله. که این ممکنه برگرده بعدش برسیم به حالا ویزاهای، حتی به ویزاهای اسپانسر کاری و اینا هم توش بیاد. بعد یک بحث گسترده، یک سیزن دیگه‌مون روی ویزاهای تخصصی، ویزاهای اسکیلده. بله. که رو اون حتما کار میکنیم، صحبت میکنیم. بحث ویزاهای بیزنسی رو کاور میکنیم، که حالا بیزنسمنایی که تو ایران هستن قصد سرمایه گذاری دارن و در نهایت میخوان به اقامت استرالیا و سیزنی استرالیا برسن، این یک بحثی که گسترده کاور میکنیم. عرضم به خدمتت که بحث دوستانی که دغدغه ویزاهای پناهندگی رو دارن از یک زاویه دیگه دوست داریم کاور بکنیم. خیلی صحبت شده که روی این ویزاهای 3 ساله 5 ساله دوستانی که حالا به صورت غیر قانونی تشریف بردن استرالیا چطور این ویزاها رو بگیرن، از یه زاویه دیگه ای میخوام اینو بررسی کنیم. اونم اینه که سعی کنیم راه های موندنشون، راه های بعد، خب اوکی، راه های کاربردی عملی دوستای دیگه حالا در مورد چطور این 3 ساله 5 ساله رو بگیریم صحبت کردن. دوست دارم که به یه جایی برسیم، سوالم بگیریم، دوستان همکاری بکنن که ببینیم بعد از اون 3 سال و 5 ساله چه اتفاقی قراره براشون بیفته، چطور میتونن اون کار رو انجام بدن. ویزاهای اسپانسر کاری، اگر کسی بیزنسی توی استرالیا داره دوست داشته باشه از اون طریق کسی رو چه از ایران یا هر جای دیگه دنیا بیاره براش کار بکنن، اونا رو کاور میکنیم. خلاصه سعی میکنیم که هر نوع ویزایی که استرالیا میده رو ما اینجا بگیم. بالاخره خیلی عالیه دیگه، آخرش هر کسی که هر کدوم به دردش خورد. نه خیلی هم عالیه. فقط یه سوالی که برای من اینجا مطرح میشه، علی آقا اگه ایراد نداشته شما اینو جواب بدین، که خب مطلب خیلی معلومه که
زاویه های مختلف داره و حتما خیلی مطالب زیادی قرار مطرح بشه. طول مدت برنامه تون چقدره؟ ببینید سوال خوبی پرسیدید. ما طول مدت برنامه‌مون بستگی داره تا اونجایی که بینندگانمون از این برنامه ها استقبال کنن. همونطوری که آقای آریان فرمودن، تصمیم داریم این برنامه ها را با یه شیوه جدیدی پیاده سازی کنیم بر اساس دانش و اطلاعاتی که در طول سالهای متوالی گذشته به دست آوردیم و جمع‌آوری کردیم که بتونیم به صورت پرکتیکال آموزش بدیم و راه حل‌های جدید و بهتری را عرضه کنیم به متقاضیان و موکلینی که دوست دارن اینا را ازش استفاده بکنن. به خاطر همین تا اونجایی که ما در توانمون باشه و اجازه به ما بده میتونیم این برنامه ها رو تهیه کنیم و در خدمت بینندگان باشیم. حالا یه سوالی بپرسم آقا دامون از شما. به طور مثال من به دنبال اینم که ویزای بیزنسی مثلا بگم یا سرمایه‌گذاری، خب پس بعد من بشینم برنامه رو هی دنبال کنم مثلا چند تا خانوادگی رد بشه، یا اصلا نمیدونم تو این اپیزود مثلا شروع کنم از بیزای مثلا طلاق و ازدواج اینا رو همه رو گوش کنم تا آخرش برسم، یا یه لیست و یه فهرستی قرارت به ما داده میشه که میدونیم مثلا اون موقع راجع به بیزنس صحبت میشه؟ سوال خوبی پرسیدی، جواب براش دقیق نمیدونم. ببین ما مستر پلن رو داریم، بله، تقریبا همه سرفصل‌های اصلی هم برنامه‌هاش آماده کردیم. خب که چی می‌خوایم بگیم و بعد بیایم حالا ضبط بشه، بعد به عهده بینندگانه که چه دمندی می‌کنه که شما بعدش به عهده بیننده هاست. ممکنه مثلا ما جلسه اول بیایم در مورد ویزاهای مثلا توریستی و ویزیت خانواده صحبت کنیم، دوستان لطف کنن سوالات زیاد باشه، مثلا دو سه جلسه پشمندش اونو بریم. همینه میخواستم بگم، مثلا یه سوال سخت‌تر بپرسم بعد از این. به طور مثال میبینیم که یه جور ویزا مثلا ویزای اووردن مثلا پارتنر به اینجا خیلی داغه، یا مثلا اووردن خانواده مثلا پدر مادر اینجا. اگر که سوال های زیاد تشد شما مثلا فقط یه دونه قسمت براش الیکیت کردین، یا مثلا قرار مثلا دو قسمت سه قسمت چهار قسمت هم میشه بره، این دیگه بستگی داره به بینندگان یا والا بستگی به پلن شما داره؟ نمیدونم، من فکر میکنم الان به نظر من اینطور خوب باشه که مثلا یه قسمت سوال و جواب بریم، یک دو قسمت سوال و جواب بریم، ولی بعد متوقف کنیم سوال و جواب رو تا بتونیم یه سرفصل دیگر رو بگیم، به دوستان جدیدتری کمک بشه، بعد دوباره ادامه بدیم. چون تا وقتی که سوالات باشه دوست داریم که باشیم و کار بکنیم، ولی خب تاپیک های جدیدتری رو هم حتما دوست داریم که بگیم. شاید اینطور بهتر انجام بشه که متوقف کنیم اگر سوال، فکر میکنم نمیدونم بس یه چقدر مجرد تو استرالیا زیاد داشته باشیم ایرانی مثلا زیاد داریم شما من میدونم زیاد داریم. آره ویزای پارتنر مثلا خیلی طرفدار داشته باشه، ویزای اسکیل مثلا خیلی طرفدار داشته درسته. باشه چون حوزه‌اش خیلی گسترده‌تر از بقیه است. آره فکر میکنم یه جایی به قول اینا کپ کنیم سوالا رو، بعد بریم. بسیار عالی. آره. قول میدیم آقای آریان به سوالای شما هم پاسخ بدن. ممنون که اینجا من توجه کردین. اصلا قصد من که شما رو اینجا دعوت کردم این بود که به سوالای منم جواب بدین. ولی میدونم که برنامه خیلی خوبی میشه و مورد توجه هم قرار میگیره. میدونم که خیلی از ما که اینجا چه اونایی که مثلا دو دهست نزدیک دو دهست زندگی میکنن یا بیشتر، یا اونایی که تازه اومدن، همیشه توی طول این دوره مهاجرتشون همیشه سوالایی از این دست براشون خیلی پیش اومده، چه از اینکه خانواده‌شون رو بخوان بیارن یا بخوان به قول معروف کسی رو بیارن جا یا بیزنس بکنن، یا چقدر از ماها سوال شده که ما از عزیزانمون و دوستانمون توی ایران اگه ما بخوایم بیایم شکل اومدنمون چجوریه. هزاران سوال همینجوری توی ذهن ما همیشه بوده. همینجا میدونی من چرا وکیل مهاجرت شدم؟ نه به خدا نمیدونم. من اصلا اسکید مهاجرت کردم چندین سال پیش به استرالیا. شما آیتی هستین درسته؟ آره اصلا من کارم آیتی بود بعد، ولی من بیش از 10-12 ساله که 10 سال به بالا که خب وبلاگ می نویسم توی فضای مجازی، بعد بیشترم فوکوسم چون استرالیا زندگی می کردم رو استرالیا بوده. بعد انقدر سوال از من پرسیده میشد که چطور مهاجرت کنیم و اینا توی اون همون از همون اول که شروع کرده بودم،
بعد دیدم که خب انقدر خوندم که خب جواب مردم رو بدم، بعد دیدم که نه من دارم کار ایلیگال میکنم، اصلا من نباید احواز بدم. آره رفتم ANU درس خوندم، حقوق مهاجرت، بعد شدم وکیل مهاجرت. یعنی میدونم سوال زیاد پرسیده میشه از دوستانی که مقیم استرالیا هستن برای اینکه چطور بیایم. چقدر چیز جالب بود، از منم این سوالا زیاد شد. من رفتم فلسفه خوندم، بعدنم خونه میفروشم. شما چی شد گرفتین دی وکیل؟ نمیدونم، شاید شما رفتی فلسفه خوندی که مثلا در مورد فلسفه مهاجرت و اینا براش توضیح بدید. رفتی به مهاجرت، هر کاری من کردم هیچ رفتی مقابل به مهاجرت، ولی دستتون درد نکنه. خیلی میدونم که کار شما بیشتر از من به درد مردم میخوره، مثلا ما ایرانی که اینجا هستیم. میخوام ازتون بپرسم که این برنامه ها رو ما داریم تهیه میکنیم که به مردم اطلاع برسونیم. خب بعضی ها میپرسن به قول اینجایی ها it's good to be true، که مثلا دو نفر آدم وکیل میان اینجا چون از این راه برای مردم درآمدی هست. حتما شما اینجا میان به طور مجانی و به قول مردم میخواید برای مردم یک عالم اطلاع رسانی بکنیم. واقعا رسالت شما چیه؟ یعنی چه فکری در پشتش داشتین که فقط بیان به مردم کمک بکنیم؟ بله خواهش، به زبون خودتون، چون قبل از اگه ما نگیم پشت سر ما این حرفو میذارن. عارضم به حضور شما که اگه بخوام توضیح بدم، خب من بیش از 10 سال هستش که در شرکت‌های مهاجرتی فعالیت دارم و قبل از اینکه شرکت مهاجرتی خودم را توی ایران تأسیس بکنم، مدیر 2-3 شرکت‌های مهاجرتی دیگه بودم. موکلین زیادی بودن که به ما مراجعه می‌کردن. حالا با توجه به شرایط زمانی و مکانی که وجود داشت، همونجوری که آقای آریان فرمودن، خیلی از موکلین توانایی گرفتن وکیل مهاجرتی نداشتن و یا اینکه حالا با توجه به شرایط خاصشون نمیتونستن استفاده کنن از وکیل مهاجرتی. خیلی از دوستان میرفتن و پروسه مهاجرتی خودشون رو خودشون پیش میبردن و با توجه به اطلاعاتی که در سایت های مختلف وجود داشت، تجربیات مختلفی که وجود داشت، مطالعه میکردن. خب اینا خیلی خوب بود، همون طوری که ایشون فرمودن وبلاگ‌های مختلفی بود، اطلاعات مختلفی داده میشد. اما تو اکثر این وبلاگ‌ها هر کسی از دیدگاه خودش در مورد مهاجرت صحبت میکرد و تجربیات خودش را ارائه میکرد و این باعث میشد که خب یه نقاط مثبتی داشت، یه سری از دوستان استفاده میکردن. اما مطمئنن این دارویی که تجویز میشد برای هر دردی درمان نبود و خیلی از دوستانی که استفاده میکردن متاسفانه به مشکلات اساسی برمیخوردن، علارغم اینکه کوالیفیکیشن خیلی قوی داشتن، سوابق کاری خیلی خوبی داشتن، ولی متاسفانه به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده بودن نمیتونستن پروسه مهاجرتشون را به سرمنزل برسونن و اخذ ویزا باشه. خب توی اون زمان من تصمیم گرفتم که با کمک دوستان که یکیش هم آقای آریان بود، این سیستم آموزش را راه اندازی کنیم و یک سیستم خدمات مشاوره‌ای داشته باشیم توی شرکت که بتونیم کمک کنیم به مهاجرایی که میخوان اقدام بکنن. خب واقعیتش اینه که اگر بخوایم من به عنوان یک مدیر مهاجرتی بخوام بگم فی سبیل الله صرفا اومدم تو این زمینه دارم کمک میکنم، خب صرفا اینطوری نبوده واقعیتش، چون اصلا بیزینس من نمیچرخیده، شرکت من نمیچرخیده. خب من الان یک شرکت مهاجرتی دارم توی ایران با بیش از 20 پرسنل و چندین بخش و دارو ترجمه. خب اینا هم هزینه های خودشا دارن. اما در کنار این بیزینسمون ما سعی کردیم به دوستانی که واقعا میتونن و میخوان از کمک های ما استفاده بکنن، خب ما توی وبلاگ های مختلف تا اونجایی که امکان داشت راهنمایی میکردیم که بتونن پروسه کاری خودشون رو پیش ببرن و یا اینکه از یک سری از خدمات مشاوره ای شرکت ما استفاده کنن که به مشکل بر نخورن، چون واقعیتش اینه که ما خیلی از تجربیاتی که کسب میکنیم به این صورت هستش که متاسفانه یک سری افراد پروسه رو پیش میبرن، به یک جای خیلی ناجور میرسوننش، بعد مراجعه میکنن به شرکت ما و متاسفانه دیگه کاری از دست وکلای ما ساخته نیست که این پروسه رو ادامه بدن و
ما هدفمون در اصل از این برنامه ها این بوده که یک آموزش صحیحی به موکلین و علاقمندان این قضیه بدیم که بتونن با دید باز پروسه خودشون را پیش ببرن. اگر فرصت دارن که مطالعات بیشتری داشته باشن و پروسه مهاجرتشون را خودشون پیش ببرن، در غیر این صورت با یک دید باز از روز اول بیان با یک وکیل مهاجرتی قرارداد ببندن و کارشون را به نفع احسن با تجربیاتی که ما داریم پیش ببرم و به سرمنزل برسونم. بسیار عالی، خیلی ممنون از شرایط کلامتون، بی نانس بودین، خیلی عالی بود. حرف آخر، دلتون میخواد برای بینندگان قبل از اینکه برنامهاتون روی آنتن شروع بشه، حرف آخرتون خیلی آقا برای بینندگان؟ قبل از هر چیز باز از شما تشکر میکنم که به ما این فرصت رو دادید که توی این برنامه شرکت بکنیم و خواهش میکنم در مورد برنامه آموزشی که تهیه میکنیم توضیحی را خدمت بینندگان عزیزتون بگیم و امیدوار هستیم که بتونیم در کنار تهیه این فیلم های آموزشی یه خدمت رسانی خوبی به مردم عزیزمون داشته باشیم تا به بهترین نحو بتونن پروسه مهاجرت خودشون رو پیش ببرن. حتماً اینطوری. فوق العاده. من حرف آخرم، اول که تشکر میکنم همه جان که ما رو داشتی اینجا، باعث افتخارم، خواهش میکنم، ممنونم ازت، وقت تو به ما دادی، ما رو اینجا داشتی. من خب دوست دارم که اگر کسی فکر میکنه برنامه همون یه چی میگن yet another migration related program باشه یا نباشه، یعنی حالا یه برنامه مهاجرتی دیگه هست یا نه، یکی دو تا برنامه اول ما رو ببینید، بله، سوالاتونو بپرسید. دوست دارم که جوابتونو بدم، اونقدری که فکر نکنید که ما داریم یه برنامه پر میکنیم، خیلی چیزای تیتوار کلی میگیم، بعد دنبال اینیم که بیاید بعدن با ما قرارداد ببندید، کارتون رو انجام بدیم. میخوام تستمون کنید، سوال بپرسید ازم، ببینید جوابایی که بهتون میدیم واقعا کمکتون میکنه که خودتون کار انجام بدید. من مثل آقای صداقتی خیلی بیزنسمن نیستم، ایشون بیزنسمنه، من بیشتر درست خودم شرکت دارم اینجا، شرکت سلکت ویزا تو استرالیا، ولی خب عرض کنم خدمتت که دوست دارم تو این ارتباطه بیزنس خودم هم و بیزنس خودمون هم گسترش پیدا بکنه و مطمئنم حتما همینطوریه، هرچی بیشتر بتونم ارتباط رو برقرار کنیم با بیننده ها، مطمئنن تو رشد خودمون هم کمک میکنه. 100% همینطوری. خیلی خیلی ممنون بازم که اومدین. قبل از اینکه یه بریک کوتاه بگیریم، فقط من سرفصل تمام حرفایی که با بچه‌ها زدیم رو اینجا میارم. از نگاه یه نفر بیرون از این، به نظر من یکی از برنامه‌های پرمحتوای شبکه جهانی دریمند حتما خواهد شد. این برنامه سعیش این نیست که برنامه تبلیغاتی باشه، اونطوری که از صحبت‌های این دوستان میاد، برنامه کاملا آموزشیه، برنامه اطلاع رسانیه و سعی میکنه که تا اونجایی که وسعش میرسه و زمان بهش میدن با تجربیاتی که سالها جمع کردن، اینطوری نیستش که همونطور که قبلا گفتن خب بعضی اطلاعاتی دارن و میان راهنمایی میکنن، مطمئن باشین که با تماشای این برنامه میتونید از تجربیات این دوستان که سالهای سال دارن تو این کار زحمت میکشن و مطمئنا هر کدوم از تجربیاتشون بنزه طلا حتما میارزه، به شما به طور مجانی عرضه کنن. این کمک میکنه که شما دانسته هاتون در مورد امور مهاجرتی بالا بره و تصمیم درست رو برای اون کار مهاجرتی که میخواید بکنید یا هر تصمیمی که دارین بگیرین، شما رو کمک میکنه که تصمیم صحیح و درست رو بگیرین. خیلی خیلی ممنون بازم که اومدین اینجا، مطمئنم خودم بی صبرانه منتظرم که این برنامه زودتر شروع بشه. من طرفدار پروپوگورس برنامه شما حتما هستم. قضیه ویزای پارتنر حتما اون رو یادتون بره و من مجانی حساب کنم. یه بریک کوتاه بگیرین، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. متشکرم.
عزیزان برنامه گفتگو، خیلی ممنون که مثل همیشه تا اینجای برنامه با ما همراه و همگام بودین. میدونم که از شما مثل من خیلی مشتاقین که این برنامه زودتر آماده بشه و پخش بشه برای شما. میدونم که از الان خیلی ها سوالای زیادی تو ذهنشون دارن، از همین الان قلم و کاغذشون آماده کردن، خود من به همچنین. این برنامه میتونه برنامه خیلی پرباری باشه. افتخار اینو داریم که از شبکه جهانی دریملند یک همچی برنامه پرمحتوایی رو برای شما تهیه بکنیم و پخش بکنیم. فقط جا داره اینجا خیلی تشکر بکنم از این دوستان عزیزمون، چون برنامه‌ای که ما داریم ضبط می‌کنیم، ضبط ما توی شهر ملبورن هست و این دوستان ما در شهر سیدنی بیزنسشون ران میکنن و در ایران مشغول فعالیت هستن. خیلی خیلی لطف کردن که این راهو، سختی این راهو تحمل کردن، همیشه میان اینجا این برنامه رو برای شما ضبط میکنن. لطفاً تمام سوالاتتون، پیشنهاداتتون، نظراتتون رو با ما در میون بذارید، از این دوستان بپرسین. امیدوارم این برنامه خیلی مورد نظر و جلب توجه شما قرار بگیره. سپاسگزارم که بازم با ما همراه بودین. این برنامه مال شماست، از جنس شماست و برای شما تهیه میشه. اگه بتونه یه راهگشایی بشه برای مشکلات شما، ما تکلیف خودمون انجام دادیم و سرافرازیم و سرمون بلند. خیلی خیلی خوشحال شدیم که تا این وقت با ما همراه بودین. روز و شب خوشی داشته باشین. حمید قاسمی هستم و این برنامه گفتگو مال شماست. خدا نگهدار.